گزارش کوتاهی در رابطه با گشت ارشاد ببینیم، بعد با مهمان بعدی برنامه در این رابطه گفتگوی بیشتری خواهیم داشت. خامنه ای نیاز ضروری دارد که با سرکوب از شعله ور شدن آتش قیام جلوگیری کند، اما همزمان می داند که سرکوب هم می تواند به قیام منتهی شود. این آن کوچه بن‌بستی است که خامنه ای در آن گیر کرده است، نه راه پیش دارد و نه راه پس. به همین علت حتی در جریان راه اندازی مجدد گشت های جنایتکار ارشاد برای سرکوب زنان هموطن، دودلی های نظامش را می توان به روشنی دید و این دودلی ناشی از بن‌بست سرکوب را در سکوت خودش و رئیس جمهورش هم می توان دید. روز 25 تیر پاسدار منتظرالمهدی، سخنگوی نیروی انتظامی گفت طرح گشت های ارشاد بنا به دستور رؤسای قوا به خیابان ها برگشته، اما 48 ساعت بعد تسنیم اعلام کرد از سوی رسانه‌ها و مسئولان ریاست جمهوری اعلام کردند که رئیسی نقشی در این مورد ندارد و اگر کسی باید چیزی را تکذیب کند همان سخنگوی نیروی انتظامی است که اصل داستان را گفته و خودش باید بیاید حرفی را که درباره دستور رؤسای قوا از جمله رئیسی زده تکذیب کند. در گام بعد انسیه خزعلی مشاور رئیسی جلاد وارد شد و گفت رئیسش نقشی در راه اندازی دوباره این گشت ندارد. و سرانجام نوبت پاسدار بازجوی معروف نظام یعنی حسین شریعت مداری می شود که وارد شده و با گرفتن گریبان انسیه خزعلی به او تشر زد که لطفاً دروغ در دهان رئیسی نگذارید. این حرف پاسدار شریعت مداری این است: خانم خزعلی، نقش خداپسندانه رئیس جمهور در طرح اخیر حجاب را کمرنگ نکنید. این تصمیم مستقیم از سوی قوه مجریه اتخاذ شده. و حرف آخر را در این بازی محبه باید از محمد مهاجری از دستجات باند خامنه‌ای شنید که گفت تکذیبیه های آقای رئیسی اتفاق عجیبی نیست، مثل سال 1398 که ایشان در سمت ریاست قوه قضاییه پای صورت جلسه سران قوا مبنی بر افزایش قیمت بنزین از 1000 به 3000 تومان را امضا کرد، اما وقتی هوا پس شد و ناآرامی کشور را فرا گرفت آقای رئیسی زد زیر امضایش. و تمامی این بازی ها حکایت دیکتاتور مفلوکی است که از ترس قیام به سرکوب پناه می‌برد و از ترس بازتاب‌های اجتماعی سرکوب به تناقض‌گویی و تایید و تکذیب‌های این چنینی می‌افتد. بله، از روز 25 تیر که سخنگوی نیروی انتظامی رژیم بازگشت گشت‌های ارشاد به خیابان‌ها را اعلام کرد تا همین امروز سران و مهره‌های رژیم به تناقض‌گویی افتادند و پاسداران و عوامل نیروی انتظامی از راه اندازی گشت سرکوب گردن می‌زنند. پاسدار قالیباف گفته که براش غیر قابل قبوله. اژه‌ای هم که حرفای دو پهلو زده، یعنی گفته تا وقتی قانون جدید مجلس رژیم تصویب نشده همان روش قبلی را پیش بگیرند. ولی خب نکتهش اینه که کدوم روش، یعنی سرکوب کنن یا به همون روند عقب نشینی ادامه بدن، اینا روشن نیست. سخنگوی رئیسی هم گفته که رئیس جمهورش دستوری بر راه اندازی گشت ارشاد نداده. خلاصه رژیم با این سیاستی که در سرکوب زنان پیش گرفته چه چشم اندازی پیش روش قرار داره؟ آیا میتونه سیاستش رو پیش ببره؟ میهمان این بخش از برنامه خانم فاطمه مسعودی هستن و می‌خوایم ازشون در این رابطه بپرسیم. ضمن سلام به شما خانم مسعودی، نظر شما در این رابطه چی هست؟ با سلام خدمت شما و همه دستندرکاران سیمای آزادی و درود به همه بینندگان عزیز سیمای آزادی. راه اندازی دوباره گشت ارشاد بعد از شهادت مهسا امینی و بعد از قیام شهریور 1401 برای خود کارگزاران نظام آخوندی تبدیل به یک موزل شده و هیچ کس حاضر نیست که مسئولیت رسمی راه اندازی اون رو به گردن بگیره. سخنگوی نیروی انتظامی میگه بازگشت طرح گشت‌های ارشاد به دستور رؤسای سه قوه صورت گرفته. چند ساعت بعد مشاور رئیسی میاد میگه رئیس جمهور نقشی تو این بازگشت نداره. بعد پاسدار شریعت مداری مدیر مسئول کیهان در پاسخ میاد میگه چرا نقش رئیسی رو کمرنگ میکنید؟ این دستور مستقیم از طرف قوه مجری اتخاذ شده. خلاصه تکذیب و تایید بازگشت گشت ارشاد
در نظام ولایت فقیه تبدیل به یک جنگ و دعوا بین مهره‌های نظام شده. ولی خب مشخصه که راه اندازی دوباره گشت ارشاد به فرمان خود خامنه‌ای و برای جلوگیری از انفجار خشم و نفرت مردم از این حکومت و شعله ور شدن قیام صورت گرفته. و خامنه اینو خوب میدونه که این کار میتونه وضعیت رو خطرناکتر بکنه و باعث قیام مردم بشه و رژیمش رو طبق گفته یکی از کارگزاران نظامش با اجرای این تصمیم به درهای هولنا که همون سرنگونی منظورش بکشونه. ولی با همه اینها خامنه ای چاره رو توی این دیده که گشت ارشاد رو دوباره راه اندازی بکنه. به نظر من با بکارگیری این اهرم سرکوب که در واقع از طریق اون میخواد حاکمیت غاصبانه خودش رو به جامعه تحمیل بکنه، نمیتونه کارش رو پیش ببره، چون که این روش 14 هست که تکرار شده و نتیجهش هم جز شکست برای رژیم آخوندی چیزی در بر نداشته. رژیم آخوندی در دهه 60 با دختران و زنانی مواجه بوده که برای آزادی هزار هزار بر چوبه‌های دار بوسه زدن و در مقابل هیولای ارتجاع کوتاه نیومدن. حالا هم همین زنها و دختران شجاع با الهام از اون زنها آزادی رو برابر با هویت خودشون میدونن. یعنی این که ارزش آزادی در اعماق ذهن و روان اونها جا گرفته و نهادینه شده، طوری که بدون آزادی زندگی براشون غیر قابل تحمل شده و به همین خاطر مقابل شدیدترین سرکوب ها حاضر نیستن عقب نشینی بکنن و حاضرن که برای به دست آوردن آزادی جون خودشون رو فدا بکنن. حالا باز سوال اینه که خب با توجه به این مسائل پس چرا رژیم همچنان اصرار داره که از طریق سرکوب و استفاده از گشت ارشاد به کار خودش ادامه بده، با اینکه این شیوه رو در گذشته انجام داده و هزینه سنگینی هم بابت اون پرداخته؟ راستش اینه که رژیم در بن‌بست قرار گرفته و همه شیوه های سرکوب رو در گذشته به کار برده و نتونسته تضمینی برای پایدار نمودن قدرت خودش به وجود بیاره. پس بنابراین در اوج استیصال و درماندگی به این روش های شکست خورده پناه آورده. ولی به طور یقین من میتونم بگم که استفاده از روش های سرکوب به طور مستمر و دائم کارهای خودش رو از دست داده. من به همه اینها باید ورشکستگی رژیم خامنه ای رو در همه زمینه ها اضافه کنم و از جمله شکست در بخش های مختلف اقتصادی که بنیان ها و پایه های حکومت رو به دلیل رواج و گسترش فقر و بیکاری و تبعات ویرانگر اجتماعی فرهنگی به مرز شکست و نابودی کشونده. پس رژیم آخوندی چه در داخل و چه در خارج و سطح بین الملل در بن‌بست قرار گرفته. در سطح بین الملل هم من اشاره کنم به گزارش اخیر جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر، گزارشگر ویژه حقوق بشر در سازمان ملل در امور ایران، روز پنجشنبه 29 تیر در نشستی به میزبانی اندیشکده آتلانتیک، هدف از بازگشت گشت ارشاد نقض هرچی بیشتر حقوق زنان از راه حجاب اجباری دونست و گفت زنان و دختران ایران با بدترین نقض حقوق اساسی خود روبرو هستند و من اون رو تبعیض جنسیتی مینامم. خب با همه این توضیحات در آخر من این نتیجه رو میخوام بگیرم که هر گونه سرکوب مردم و به خصوص سرکوب زنان و دختران شجاع ایران، خامنه‌ای و نظام منفورش رو به پرتگاه سرنگونی نزدیکتر می‌کنه. با تشکر و به امید پیروزی مردم ایران.
سپاسگزاریم از شما خانم عصر روستا بابت توضیحاتی که دادید و اینکه نشون میده که تداوم این بحث گشت ارشاد فقط چیزی جز بارز کردن شکاف‌های درون حاکمیت و ضعف‌های رژیم در برابر مردم پیامد دیگه‌ای برای رژیم نداره. برای خیلی ممنونم از حضورتون در این برنامه.